از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دبار بمان. با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان هرچون من، حضور هموطنان بسیار گرامیمون در سراسر جهان. برنامه با بزرگان موسیقی رو با اجازه بزرگان اختصاص می دهیم به هنرمند شایسته سرزمینمون، هنرمندی که همیهنان عزیز و گرامی در جمع ما نیست، ولی صدای او و تصویر او در خانه ایرانیان هنردوست وجود داره. هنرمندی که در غربت کار خودش رو آغاز کرد و بسیار موفق بود، بسیار خوش درخشید. امروز که خدمتتون هستم مصادف با سومین سال درگذشت هنرمند عزیز آقای جهان قشقایی. جهان قشقایی همیهنان ارجمند در سال 1955 به دنیا آمد. بسیار جوان بود وقتی پرواز کرد به ابدیت. در سال 1955 به دنیا آمد و در سال 2010 پرواز کرد، پروازی عاشقانه. جهان قشقایی از زمره هنرمندانی بود که علاقه شدیدی به موسیقی سرزمین خودش داشت، به هنرمندان نامی سرزمین ما، به راه گشایان این هنر احترام خاصی قائل بود. جهان قشقایی بارها وقتی ما در خدمتشون در رادیو بودیم به نیکی از همه این خدمتگزاران نام می برد و تمام سعی و کوششش این بود که در این راستا ادامه دهنده راهی باشه که بزرگانی در ایران این راه رو هموار کرده بودند. او در غربت به راستی کارهایی که ارائه داد ماندگاره. او وسواس عجیبی در انتخاب داشت. کارهای تازه‌ای که ارائه میداد همش دلنشین بود و از اونجایی که عرض کردم علاقه مفردی به هنرمندان پیشکسوت داشت، هنرمندانی که خب همه شما میدانید، به خصوص بانوان هنرمند ما علال‌اصول در نظام جمهوری اسلامی ممنوع صدا بودند، یعنی خانه نشین بودند و اجازه فعالیت نمی داشتند و خب بعداً بعضی از اونها کوچ کردند، آمدند به غربت. جهان قشقایی آثار این هنرمندان رو به خاطر اینکه بتونه در واقع با جوانهای ما اینا رو در ارتباط بگذاره، به نحو بسیار مطلوبی اینها رو بازسازی کرد و بازخوانی کرد که به راستی قابل تعمق و قابل ستایش از یک هنرمند عزیز و گرامی. ببینید وقتی عرض میکنم یک هنرمند در هر رده‌ای که باشه، چه نوازنده باشه، چه خالق ملودی‌های جاودان باشه، چه آوازخوان و اجرا کننده این ملودی‌های جاودان باشه، وقتی احساس بکنه که باید همراه مردم خودش باشه، برای مردم خودش برنامه اجرا کنه، خب چنین هنرمندی هرگز فراموش نمی شود و جهان قشقایی یکی از این هنرمندان است که به مردم تکیه داشت، خودش از مردم میدانست، از میان مردم برخواسته بود و وقتی هم برای ملت ما، برای مردم سرزمینش اتفاقی و حادثه‌ای رخ میداد، او بسیار متأثر و متعلم میشد. بنده به خاطر دارم آقای جهان قشقایی کنسرتی داشت همیهنان ارجمند گرامی که باید این کنسرت اجرا میشد. این کنسرت در دبی بود. همزمان با کنسرت آقای جهان قشقایی یک فاجعه‌ای رخ داد در بخشی از سرزمین ما. اون زلزله مهیب بم رخ داد، زلزله‌ای که بسیاری از هموطنان ما را بی خانمان نمود، بسیاری از شخصیت‌های ماندگار بم از بین رفتند، حتی یکی از شایسته‌ترین هنرمندا در بم از بین رفت. جهان وقتی این خبر رو شنود کنسرت خودشو در دبی به قول اینجایی‌ها کنسل کرد. گفت من در این کنسرت شرکت نمی کنم، هرچی هم که ضرر مالی باشه همه رو تقبل می کنم. بلند شد یک هفته به محل زلزله یعنی به بم رفت. در اونجا از نزدیک با هموطنان دردمند خودش احساس همدردی کرد. حتی با یک شخصیتی که همسر و فرزند خودش از دست داده بود بسیار با او در واقع همدلی کرد. و عجیبه وقتی جهان از دنیا رفت، روانشاد جهان قشقایی این پدر گرامی از ایران تلفن کرده بود و زار زار میگریست. به خاطرشه؟ به خاطر خوی و خلق یک هنرمندی که مردمی بود، به خاطر مهربانی هایی که جهان قشقایی در جمع به هموطنان خودش ابراز کرده بود، همدردی با آنها، همدلی با آنها، همراهی با هموطنان خودش که گرفتار بودند. یاد جهان قشقایی رو گرامی می‌داریم و بنده به خاطر دارم بسیاری از هنرمندان ما در غربت در یاد بودی که برای جهان برگزار شد چقدر با شکوه بود. مراسم خاکسپاریش که جای خود داره بسیار عظیم و با شکوه بود. تمام هنرمندان اکثرشون در اونجا حضور داشتن، حتی هنرمندانی که در آمریکا نبودن در اروپا بودن گلهای فراوانی اهدا کرده بودن، فرستاده بودن برای خاطر همکارشون، دوستشون، آواز خان براستی دوست داشتنی جهان قشقایی. خب حضور جهان قشقایی در بم فوق‌العاده بوده، به اون توجه خواهیم کرد. اما فراموش نکنیم جهان قشقایی همیهنان ارجمند با کمک و همراهی آقای کاظم عالمی شعر مشهور فروغ فرخزاد شاعر پرآوازه ایران را دوباره آفتاب می شود رو به نحو بسیار زیبا اجرا کرد. بسیار قشنگ این ترانه رو اجرا کرد که من فکر کنم همه شما بینندگان ارجمند که اون رو شنیدید بهترین شاهد هستید که این عرایض بنده رو شما تصدیق بفرمایید. شعر فروغ فرخزاد با تنظیم آقای کاظم عالمی که آهنگ بر روی اون نهاده بود و اجرای استادانه جهان قشقایی. نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. مرا ببر امید دلنواز من، مرا ببر امید دلنواز من، ببر به شهر شعرها و شورها، به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا، به دام می کشد مرا، به دام می کشد. ز سرزمین ابرها، ز سرزمین روحها. نشانده ای مرا به زورقی، ز آچار، ز ابرها و نورها. نگاه کن که غم درون دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود، اسیر دست آفتاب می شود. بله نگاه کن که غم درون دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود. صدای زنده یاد جهان قشقایی رو شنیدید، چه استادانه این اثر رو اجرا کرد. اما خدمتتون عرض کردم همیهنان ارجمند گرامی، تعهد یک هنرمند نسبت به سرزمینش، نسبت به مردمش، این خیلی اهمیت داره. شما تصور بکنید یک هنرمندی که به هر حال تدارک و فراوانی دیده شده برای حضورش، اونم در یک کشور دیگری که کنسرتی بعد اجرا بکنه و خب بلیتام فروش رفته، وقتی این کنسرت رو به خاطر حضور در سرزمین خودش در واقع کنسل میکنه و میگه من نمیتونم بخونم، خب ضرر و زیان فراوان شامل حالش میشه، ولی او این زیان رو تحمل میکنه به خاطر اینکه بتونه در جمع هموطنان دردمند خودش که گرفتار این خشم طبیعت شدن، او هم با اونا احساس همدردی کنه. بله او به بم میرود، همونطور که عرض کردم با هموطنان مصیبت دیده خودش همراه میشه، همدل میشه، در غم اونها شریک میشه، با اونها صحبت میکنه، دلداریشون میده با آسماندگانشون رو. این فوق العاده اهمیت داره. یک هنرمند که مورد توجه مردمه وقتی گرفتاری و مصیبتی پیش میاد در کنار مصیبت دیدگان باشه. خدمت شما عرض کردم، حالا در تصویرم شاید ملاحظه بکنید با شخصی که به هر حال فرزند و همسر از دست داده، با او بسیار سخن میگه و همین شخص وقتی بعدها میشنوه که جهان از دنیا رفته، با گریه آنچنان گریه میکرده که همه رو متاثر کرد. زنگ زده بود به یکی از این تلویزیون ها و عرض کنم که میگریست از اینکه جهان را از دست داده، جهان به جهان باقی شتافته. نگاه میکنیم به صحنه‌هایی از زلزله بم که جهان یک هفته با هموطنان خودش در اونجا در واقع سر کرد و با اونها همراه و همدم بود. دیدی که رسوا شد دلم، درد تمنا شد دلم، دیدی که رسوا تمنا شد دلم، دیدی که من با این دلم بی آرزو عاشق شدم، با همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم، عاشق شدم. ای وای اگر صیاد من غافل شود از یاد من، قدرم نداند فریاد اگر از کوی خود و از رشته بیسوی خود بازم راند. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم، در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوه ای دارم ز دل با یار صاحب دل کنم، وای ز دردی که درمان ندارد، فتادم به راهی که پایان ندارد. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم، دیدی که در گرداب غم از فتنه گردون رهی. این حضور جهان قشقایی در من بود. صحنه‌ای مشاهده کردی چقدر مثل دیگر هموطنان خودش از این مصیبتی که برای عده‌ای از همیهنان ما رخ داده بود متأثر و متعلم بود. خانه‌ای که ویران شده بود، همیهنان ارجمند و گرامی، همه رو مشاهده کردید و همی که خب روزی روزگاری عرض کردم که از اون شهرهای دوست داشتنی و تاریخی بود. به یک مرتبه اون آثار علاوه بر خانه های هموطنان عزیز و گرامی ما، اون آثار تاریخی هم به خاطر خشم طبیعت منهدم شد. در مورد زلزله بم فراوان میشه سخن گفت، فقط من این نکته رو اینجا اشاره کردم تا این خدمت شما بگم که هنرمندان متعهد ما این گونه عمل میکنن. جهان با هنرمندان دیگری در غربت که زندگی میکنن به راستی ادامه دهنده راه همان بزرگان بودند که این موسیقی سرزمین ما، شعر و موسیقی ما حفظ بشه، به صورت مطلوبی ارائه داده بشه که جوانها گرایش پیدا بکنند به شنیدن این نوع کارها و علاقمند بشوند به این نوع کارهای هنری. به همین منظور بود که جهان قشقایی تلاش میکرد آثار بزرگان موسیقی ما رو اینجا با همت دوستان خودش بازسازی کنه، دوباره اجرا کنه که در این زمینم او بسیار موفق بوده. حالا اجازه بدید در همین حال هوایی هستیم که در بم زلزله شده و جهان اونجا حضور داشته، سخنان هنرمند شایسته دیگری رو با هم بشنویم و چهره زیبای او رو هم ببینیم. آقای علی نظری صحبت میکنن در بغدان جهان قشقایی. سپاس فراوان از همه عزیزانم که لطف کردن به این مجلس، به این مجلسی که بسیار زیباست، بسیار زیباست. من کمتر همچین مجلسی دیدم. تشریف بردن، منت به خانواده این هنرمند بزرگ جهان قشقایی گذاشتم. من با اینکه هیچ آشنایی با خانوادهش نداشتم، ولی چون صداش بسیار دوست می داشتم سه چهار بارم بیشتر خدمتشون نرسیده بودم. دوبارم با هم کار کرده بودیم. یک بار یک زلزله اومده بود در ایران و شرکت کرده بودیم و به خاطر اون صفایی که در این مرد میدیدم، چه انسان بزرگواری. من روزخون نیستم که بشینم راجبه مردمی که اصلا نمیشناسم حرف بزنم که بله فلانی سرش مثل سرش هاست، فلانی نمیدونم فلان بهم. نه، من احساس این مرد رو درک کردم. سپاس میگذارم به همه هنرمندان و عزیزانی که تشریف بردن به خاطر همکارش. قطعه شعری رو ساختم برای جهان عزیزم. هری شب داری که نمیدونم دیشب بود یا پریشب، هرچی هم یادم میره بود، متاسفانه پیر شدم. میخونم انشالله که مورد توجه شما قرار بگیره، یعنی مورد توجه خود این نازنین که الان بین ما نیست. دریغ 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 آوازخوان شهر ما رفت، دریغ آوازخوان شهر ما رفت، ز شهر ما خداوند صدا رفت. هزاران نقش در آینه افتاد، هزاران نقش در آینه افتاد که آن آینه ساز نغمه ها رفت. جهان ما دلش لبریز غم بود، جهان ما دلش لبریز غم بود، غمش ماند و جهان از بین ما رفت. کلاغی در من این فریاد میزد، کلاغی در من این فریاد میزد، چرا من ماندم آن بلبل چرا رفت، چرا من ماندم آن بلبل چرا رفت. تشکر میکنم و از ناظر عزیزم که محبت کردن و اجازه دادن که من صحبت کنم. بله، این استاد عزیزمون آقای علی نظری بود، یک هنرمند شایسته که در مورد دوست و هنرمند شایسته ما آقای جهان قشقایی این گونه سخن گفت: سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند، که بسیار مورد توجه حضاری که در این مجلس بزرگ حضور داشتن قرار گرفت. هنرمندان بیشماری همیهنان ارجمند در اون سالن حضور داشتن که اگر بخوایم نام اونها رو بیاریم باید واقعا ساعتها رو اختصاص بدیم فقط به نام این هنرمندان. اینی که از همشون در همون جام تشکر شد. اجازه بدید که در این فرصتی که داریم صحبت‌های یک هنرمند دیگر رو هم بشنویم و با چهره او هم آشنا هستیم، آشناتر بشویم. او کسی نیست جز آقای هوشمند عقیلی. هوشمند عقیلی در مورد جهان میگوید. ببینید. جهان و همچنین عرض همدردی و تسلیت به همه دوستداران صدای جهان. به بنده هم فرمودن که اگر خاطره‌ای داری یا صحبتی داری، گفتم صحبت که نه، دوستان هستن. ولی آخرین خاطره، آخرین برنامه بود که من به اتفاقای جهان عزیز و اون جوان خوش صدا آقای کیا در دالاس داشتیم شب عید و من از نزدیک بیشتر در خب اتاقی که نشسته بودیم با جهان بیشتر آشنا شدم، صحبت میکردیم. صدای جهان، البته میدونید خواننده های عزیز ما دو دسته هستند، یه دسته که پاپ میخونن و یه موسیقی کلاسیک ایرانی رو. برای من اونچه که من از صدای جهان دیدم یک صدای کلاسیک ایرانی بود. حنجره او برای آوازهای ایرانی و ترانه‌های ایرانی بسیار بسیار مناسب بود. البته دوستانم که پاپ بخونن صداهای بسیار زیادی دارن، ولی خب این داشته یه مقدار از هم جداست. شاید کسی که موسیقی کلاسیک ایرانی رو میخونه آهنگ‌های ایرانی و پاپ رو هم بتونه بخونه. برحال بنده عرض دیگری ندارم، ولی گفت که اینم براتون بگم به قول آقای انوری دوست عزیزمون که سالها عمرش رو همه شما داد. گفت دوستان زندگی همچین آش دهنسوزی هم نیست و کسانی هم که واقعا از شر هستی راحت میشن خودشون راحت میشن، ولی البته برای بازماندگانشون خیلی سخته، چون اونها یک خواب ابدی بدون درد سر بدون سر و صدا خواهند بود، ولی ما این که باید در تلاش باشیم تا این باطلاق زندگی رو طی کنیم تا برسیم به سرچشمه هستی اونایی که دارن میرن. گفت از گر نادره معلوم شود هیچ عجب نیست که از ملک هنر نادره کاران همه رفتند. خونبار بها از مژه در فرقت یاران که از پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند. شکر. بله این هم صحبت‌های آقای هوشمند عقیلی هنرمند شایسته بود در مورد جهان قشقایی و تأثیری که در دیدارهای متعددی که با هم داشتن جهان قشقایی روی این هنرمند گذاشته بود. به راستی همین گونه است، جهان رو همه دوست داشتن، همیلان ارجمند شخصیتی بود بسیار افتاده، متواضع و هنرمند با احساس. من خودم شاهد بودم در همون نخستین روزهایی که به لس آنجلس آمده بودند. خب ما اون موقع در رادیو صدای ایران برنامه داشتیم، چندین بار در خدمت ایشون بودیم، گفتگوهای متعددی کردیم در مورد نوع کارها و نوع فعالیت‌هایی که انجام میدادند و جهان قشقایی بسیار مورد توجه شنوندگان ما بود. می‌آمدن روی خط‌های تلفن از او تشکر و سپاسگزاری می‌کردن به خاطر کارهای ارزنده‌ای که اجرا کرده. ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم که هنرمندان ارجمند ما در غربت همشون تلاششون بر این بود که این موسیقی ایرانی رو بتونن هم حفظش بکنن و بتونن نوعی از این موسیقی رو که واقعا باب طبع نسل فردایی هم از دست آینده ساز ما هست ارائه بدن، که خب هیچ کسی نمیتونه منکر فعالیت این هنرمندان ما در غربت بشود. و وقتی هم هنرمندی که مردمی است از بین میره میبینید که چگونه مردم حقشناس ما به خصوص در همین ایالات متحده آمریکا حضور پیدا میکنند و قدر هنرمندشون رو میدونند و آمده بودند که با او ودا کنند و به او پیام بدن که ما قدر هنرمندان مردمی مثل شما رو میدانیم. اجازه بدید که یکی از کارهای آقای جهان قشقایی رو از کارگردان فنی برنامه آقای بابک خواهش کنم برای شما پخش کنن، با هم ببینیم و پس صدای زیبایی رو بشنویم و برگردیم برنامه رو پی بگیریم. خواهش میکنم. زمان منم، بی ایمان منم، رسوا یه زمان منم، دیوان منم. از خواب بیگان منم، مست میخوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. سبا در بدرم، با عشق و جنون هم سفرم، شمع شب بی سهرم، از خود نبود خبرم، رسوا یه زمان منم، دیوان منم. تو ای خدا پای من، مها ستارگان تو می سوزد ز ناله های من، رسوا زمان منم، دیوان منم، رسوا زمان منم، دیوان منم. بله، رسوای زمان منم. یاد هنرمند عزیز خالق این اثر آقای مهندس همایون خرم که چندی پیش او هم به جهان باقی شتافت، عرض کنم که گرامی می‌داریم و برای نخستین بار این رو بانو الهه اجرا کرده بودن. عرض کردم که آقای جهان تلاشش بر این بود که کارهای ماندگار رو با همت دوستان هنرمندش بازسازی کنن، ارائه بدن، که بسیار هم زیبا این کارها را انجام میداد. در کنار کارهای تازه‌ای که خودش ارائه میداد، نگاهی به گذشته داشت و بارها با هم صحبت کرده بودیم. میگفت حیفه که این کارها بازسازی نشه، به خصوص همینان ارجمند بعد از اینکه در همین ایالات متحده آمریکا هنرمندان عزیز ما مثل آقای جهان اقدام به این کار کردن، این تاثیر زیادی هم در ایران داشته. اخیرا شما شنیدید که بعضی از کارهای هنرمندان عزیزمون رو در ایران هم بازسازی میکنن. ولی به هر حال در غربت با توجه به مشکلاتی که وجود داره، چون پیدا کردن واقعا نوازنده های قوی که بتوانند با ارکستر همکاری کنن کار سختی نیست، کار آسانی است. ولی خب میدونید که نوازنده های غیر ایرانی زیاد هستن، باید کسی که این کار رو تنظیم میکنه برای هر کدومشون نوت بنویسه، گرفتاری داره. اما در ایران خب نوازنده هایی که علل اصول با موسیقی ما آشنایی الفتی خاصی دارن، برای کسی که این کار رو در درون انجام میده بسیار ساده تره. از این نظر در غربت مشکل هست که یک اثر رو خوب بازسازی کرد و خوب اجرا کرد. اما او این هنرمند عزیز ما آقای جهان قشقایی دست از این کار بر نمی داشت، چون اعتقاد راسخ به هنر سرزمین خودش و ارادتی خاص به هنرمندان ارزشمندمون و راهگشایان این هنر داشت. حالا اجازه بدید برویم سراغ یکی از هنرمندان دیگر که محبوبیت خاصی داره، هم در ایران هم در آمریکا و در سراسر جهان. او هم از جهان قشقایی میگه، در این مجلس حضور داشت. آقای مهین، میبینیم و میشنویم صحبت آقای مهین رو. از من تازه از تور اروپایی برگشته بودم لندن که این خبر به وسیله دوستم آقا رضا که میشناسندشون از بندگانشون این خبر رو من دادن، من واقعا اصلا شوکه شدم و اصلا باورم نمیشد و اصلا هنوزم توی عالم هممون، یعنی توی این عالم شکست. من چندین بار این هنرمند عزیز رو از نزدیک دیده بودم، باشم صحبت کرده بودم، خیلی هم دوستش می داشتم. خیلی ایشون به تکنیک آواز واقعا وارد بود، دستگاه‌ها رو خوب میشناخت و من صداشو خیلی دوست داشتم و پارسال بود که دو سه تا آهنگای خیلی قشنگش بود که من همیشه در ظرف 7-8 روز در اروپا بودم، تو ماشین داشتم از دوستمون گوش میدادم و واقعا همیشه به یادش بودم. نمیدونم چجوری احساسم رو بیان کنم، ولی صبر و بردباری میخوام برای بازماندگانش. واقعا تسلیت میگم به خانوادهش و به جامعه هنری. روح شاد و همیشه با ما هست. یک شعر یادم اومد، واقعا هر که آمد گلز باغ زندگانی چید و رفت، هر که آمد گلز باغ زندگانی چید و رفت، عاقبت بر سستی اهل جهان خندید و رفت. روح شاد. بله، روان شاد. عرض کنم علاوه بر هنرمندان و همکاران آقای جهان قشقایی، اکثر مدیران رسانه و برنامه سازان رادیو تلویزیون، روزنامه نگاران، نویسندگان و مردم هنردوست حق شناس هم حضور داشتند. اجازه بدید چون وقتمون کمه واقعا، کاش ما زمان بیشتری می داشتیم، از هر زاویه‌ای می توانستیم مسائل مطرح بکنیم. یکی از چهره‌هایی که در این مجلس سخن گفت، مدیر شبکه یک، مدیر کانال یک، آقای شهرام همایون، روزنامه‌نگار و برنامه‌ساز که در مورد جهان صحبت کرد. صحبت‌های شهرام همایون رو هم ببینیم و بشنویم. به نام ایران و به نام ملت قهرمان ایران، به نام ملت آزادی‌خواهی که از شنیدن صدای جهان در مملکت خودش محروم بود، برایشی دستید به احترام جهان که در خارج از ایران نام ایران رو بلند آوازه کرد. برای جهان منسیه نکنید. جهان تونست یک تنه در خارج از کشور مقابل یک دولت صداش رو جهان میکنه. به افتخارش دست بزنید. ملت ایران با عزاداری از هر نوعش مقابله، از هر شکلش و هر نوعه. ما یاد گرفتیم متولد شدیم. با مجد جهان امروز دوباره همین ما متولد میشیم. استرام پنجات همه دوستیم. من تعجب میکنم چرا نباید در مجلس بزرگ داشت مردی که من اتفاقا وقتی آمدم نشستم اینجا سلام علیک کردم، مثل همیشه یادم دنبال اسم دوست قدیمی میگشتم، اتفاقا خودش رو اینجا دیدم. راجب جهان خیلی شنید، مرد خوبی بود، مرد متواضعی بود، همتون هم میدونید، همه جهان رو میشناختم. در حدود 12 سال پیش آقای ضیا آتابای و آقای شجره اینها یه تلویزیون درست کردن به نام تلویزیون پارس که هنوزم هست. از من دعوت کرده، من رفتم اونجا برنامه اجرا بکنم. حالا ما 100 تا دیش و رسیور داشتیم تو تمام آمریکا، یعنی 100 تا بیننده داشتیم. اما اصلا دلمون خوش بود که این برنامه تلویزیونی اجرا می‌کنیم، میشینیم اونجا و این 100 نفرم زنگ می‌زدن، حال احوال می‌کردن. یک شمی آقای جعفری بود که از آتلانتاس الان اینجاست اتفاقا. یه روز که من اومدم وارد شدم، همین دوستی که گفتم اینجاست، آقای سارویی اگر هست خواهش میکنم. آقای سارویی بیرونه. این آقای سارویی اونجا نشسته بود، بلند شد گفت آقای همایون، گفتم بله. گفت من یه مشکلی دارم، منو فرستادم که بیام پیش شما. گفتم چیه؟ گفت که یکی از بستگان ما یه جوان 12 ساله‌ای است، این به بیماری نامشخصی مرموزی مبتلا شده، اینو آوردنش آمریکا و در آمریکا هم $180,000 پول خواستن تا ایشون رو درمان کنن و ما این پول رو نداریم. یه حسابی باز کردیم به نام بیمارستان. حالا ما مثلا تازه 10 روز برنامه تلویزیونیمون شروع شده، کسی ما رو نمیشناسه. خب چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ و رفقای تلویزیون اومدن گفتن آقا وقت نرید جلو دوربین حرف بزنی، آبرومون میره. ما خداییش حالا بچه‌مون هم از راه دوره، اینم بچه همسن بچه ما، چی میشه خدا چیکار کنیم؟ آبرومون به خطر میفته. گفتیم الالا گور پدر آبرو. رفتم آقای آرش حفیظی اپراتور ما بود، بهش گفتم این آهنگ نگاه کنه جهان رو آماده کن. 3-4 کلمه راجع به این بچه حرف زدم و این آهنگ نگاه کنه فروغ فرخزاد، شعر فروغ فرخزاد و صدای کاش که اینجا داشتین یه تیکش پخش می‌کردن، این رو پخش کردم. شما باور، این آقای ساروی اینجاست الان، ظرف 10 روز همه خیال میکردن من این کارو کردم، در حالی که این صدای جهان بود که این کارو کرد. ظرف 10 روز این پول فراهم شد. آقای ساروی اینجاست، آقای جعفری هم اینجاست. تأثیر هنر یک هنرمند اینه که ما تونستیم با یک ترانه او هزینه درمان این بچه رو تأمین بکنیم. این یه مطلب راجع به جهان. اما مطلب دوم، همه همینا میگیم جهان خوب، اما من یه سند براتون میارم. جهان اینقدر خوب بوده، من باش شاید در مجموع 50 دفعه برخورد کردم، حالا احوال و فلان و اینا، و خیلی آدم متواضع محترم، صداشم عاشق این ترانه نگاه کنشم هستم. ولی این مرد اینقدر خوب بوده که این بابک عزیز که پسر خوندشه در مرگش اونقدر عزادار شد که من بهش میگفتم من حسادت میکنم یک کاش بچه های منم در روز مرگی من مثل تو باشم. جهان اینقدر خوب بوده، به افتخارش دست بزنید. من خلوات به تو اما میشوزم به شماها بگم، همه شماهایی که اینجا نشستید، اگر شماها همت میکردید یه روز خودتون جمع میشدید زیر همچین سختی که ببینید آخه چطور میشه یه خواننده‌ای مثل جهان تو مملکت خودش اجازه خوندن نداشته باشه، اون وقت خواننده‌های ما به این زودی از دست نمیرفتن. همتون رو به خدای یگانه ایران میسپارم. بله، صحبت‌های آقای شهرام همایون رو شنیدیم. به راستی هر انسان عاشق ایران دلش میگیره هنرمندی مثل جهان درست گفت این نکته رو که چرا باید صدای او رو یک ملتی که تا این اندازه جهان به اون ملت عشق می‌ورزید، اون مملکت با همه وجودش دوست می‌داشت، پخش نشه. نه اینکه جهان رو پخش نمی‌کنند، بسیاری از هنرمندان شایسته، بسیاری از بزرگان هنر ما رو خانه نشین کردن، ممنوع صدا و ممنوع چهره شدن و خیلی هاشون در درون ایران همیانان ارجمند به راستی دخ کردن. بلکه وقتی هنرمند رو بهش بگی اجازه فعالیت نداری، خب چه باید بکنه؟ چه هنرمند نوازنده، چه آوازخوان، چه هنرپیشه سینما، هنرپیشه تئاتر و آهنگسازهای مشهور که زمان بیشتری میبره. میخوایم راجع به اونا صحبت کنیم. واقعا همینه، صدای دلنشین جهان باید در سرتاسر ایران پخش میشد. متاسفانه موسیقی ما، موسیقی ایرانی از دید حکومتگران حرامه، ممنوعه. حالا به نوعی دیگری یک نوع موسیقی خاصی که مد نظر خودشونه ارائه میدن که اون بحثش مفصل جاش اینجا نیست. اجازه بدید همیهنان ارجمند در این برنامه که یاد جهان قشقایی رو گرامی می‌داریم و روان او شاد هست به دلیل اینکه مردمی زیست، مردمی زندگی کرد و در بین مردمش هم به سرای باقی شتافت، رختش رو بربست. همسر گرامی آقای جهان خانم مینو الهی نژاد، یار و ندیم او، شریک زندگی او، برای او خیلی خب دردانگیز بود دیگه. همسر گرامی خودش رو، اونم همسری مثل جهان، این همه با عاطفه، هنرمند که مورد توجه مردم بود و چقدر به همسر گرامی خودش عشق می‌ورزید، حالا مینو تنها میشه، واقعا مثل یک پرنده یک بالش رو ببرن. پرنده چیکار میتونه بکنه؟ پروازی دیگه نمیتونه بکنه. صحبت‌های همسر آقای جهان قشقایی رو با هم میشنویم و چهره واقعا غمزدی او رو میبینیم، میدونیم دیگه آدم در اون شرایط چه حالی داره. با هم نگاه میکنیم. من سلام میکنم خدمت یکایک شما. ممنونم که اومدید. اگر این جشن خیلی خوب برگزار شده، فقط به خاطر حضور شماها بوده، نه به خاطر برنامه‌ای که خواهر عزیزم برگزار کرده. من اینو شاهدش بودم. من خواستم بیام فقط ازتون تشکر کنم. وظیفه من بوده. از تمام کسایی که با من گریه کردن، میتونم بگم نزدیکترین کساش، از خانمی لالای عزیز که اصلا اسم نبردم متاسفانه، ولی با من ساعتها گریه کرد، همدردم بود. از آقای شفیز و ماندانه عزیز، از نیلا خانم، آقای رفیعی که دوستای صمیمیمون هستن. اگر این برنامه به دست اینها برگزار شد، به خاطر اینکه آقای امیرقاسمی، آقای نادر رفیعی، همشون دوستای صمیمی جهان بودن و با ما رفت آمد داشتن، نه به صرف اینه که خواستیم تلویزیون مخصوص این کار بکنه. خودشون خواستن، فقط کمک کردن، هیچ چشمش نداشتن و خودش، من فکر می‌کنم با کمک همه اینها برنامه‌های بسیار جالب برگزار شد. آخرین کنسرت جهان بود و دلم می‌خواد یادش گرامی باشه. من خب 24 سال همش با جهان بودم، هیچ وقت ازش دور نمی‌شدم، مثل یه بچه ازش مواظبت می‌کردم. ولی تنها خاطره که میتونم بگم با هم گریه کردیم، خاطره بود که یه سریال می‌دیدیم و یه آقای فوت کرد و دستش از تخت افتاده بود و دستش خالی بود. جهان خیلی گریه کرد، خیلی، و من واقعا متأثر شده بودم. وقتی ازش پرسیدم چقدر گریه می‌کنی، گفت چقدر دست خالی آدم از این دنیا میاد. من توی بیمارستان این موضوع خیلی منو یه دفعه تکون داد. دستاشو نگاه کردم و جالب بود برام، دیدم تا دستاشو بسته و احساس می‌کردم دستاش پره. عجیب بود برام، چون دستای خالی از این دنیا رفت، ولی فهمیدم اینجور نبود اون برداشت می‌کرده. شاید من دست خالی از این دنیا برم، ولی جهان دست پر رفت، چون مردم در سراسر دنیا نشون دادن که واقعا دوستش داشتن. حضور شماها، حضور اون نازنین‌هایی که در ایران بودن، واقعا گریه کردن از صمیم قلب. من فهمیدم من تنها نبودم، من فقط شریک زندگی خصوصیش بودم، ولی شما شریک زندگیش بودیم، دوستای خوبش بودیم، باهاش قصه خوردیم، باهاش گریه کردیم. از این بعدم دلم می‌خواد با نوارهاش هم شاد باشیم، هم به یادش باشیم. ممنونم، سپاسگزارم. بله بینندگان عزیز، این یادی بود از یک هنرمند شایسته مثل آقای جهان قشقایی. یادواری کوتاه توانستیم، در حالی که باید ساعتها برنامه را اختصاص میدادیم به جهان و کارهایی که ارائه داده، کارهایی که انجام داده، ولی چه کنیم که وقت اندکه. روان شاد باشه برای هنرمندان سرزمینمون. آرزوی سلامتی داریم. جهان که رخت بربست به سرای باقی شتاست، به قول مشهور همون ترانه‌ای که خودش بازسازی کرده خوانده. رفتم که رفتم، اما رفتن تو یک رفتن دیگری بود، برای اینکه ملتی از تو خاطرات خوب دارن، مردمی که با صدای تو زندگی کردن، بسیاری که با ترانه‌های تو عاشق شدن، بسیاری وقتی صدای تو رو میشنون غمها رو از یاد میبرن. تو همواره زنده‌ای و هرگز عرض کنم که از دنیا نرفتی. با تشکر از کارگردان فنی برنامه آقای بابک، با پخش همین ترانه رفتم که رفتم، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. پاینده ایران. از برد نامم کشان رفتم انگام روان، از من آزرده دل کی دگر بینی نشان، رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. از برد رفتم انگاه مهربان، از من آزرده دل کی دگر بینی نشان، رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. Be my fall, be my fall, I'm